اما تصویر واقعی معاشقه باید تو را به عالم خلسه ببرد. نه مثل عدسه، نه فقط یک رهش، بلکه یک تحقق است، یک آزادسازی است. تا وقتی که معاشقه را به عنوان یک آزادسازی، یک خلسه، یک سامادهی نشناخته ای، عشق را هم نشناخته ای. و این در صورتی امکان پذیر است که تو کاذب و ساختگی نباشی. ای کاش که تو در هر کاری واقعی رفتار کنی. کاش به خشم، خنده و گریت مجال بروز بدهی. کاش در را به روی همه عواطف و احساساتت باز بگذاری. ای کاش هرگز به زور جلویشان نمی استادی. ای کاش هیچ هیجانی را در خودت نگه نمی داشتی. کاش هرگز کنترلشان نمی کردی. ای کاش زندگی عاری از کنترلی داشتی. و یادت باشد منظور من از عاری از کنترل هرزگی و ولنگاری نیست. زندگی عاری از کنترل می تواند پر از انضباط باشد، اما نه انضباطی که از بیرون اعمال می شود. این نگرش موضعی نیست که آن را از بیرون اخذ کنی. این انضباط از تجربه های درونی خود تو نشأت می گیرد، از رویارویی با همه امکانات وجودت. این انضباط از درک ناشی می شود. تو خشمگین شده ای و چیزهایی از آن دست گیرت شده است. همین درک انضباط می آورد. این به غیر از کنترل است. کنترل نفرت انگیز و خصمانه است. انضباط زیباست. واژه دیسیپلین یا انضباط اصولاً یعنی ظرفیت یادگیری و واژه دیسیپل یا شاگرد هم از همین خانواده است. معنای آن کنترل نیست. معنای آن توانایی یادگیری است. یک انسان منضبط کسی است که از تجربه های زندگی درس می گیرد. کسی که بدون واهمه وارد هر رشته یا کاری می شود. کسی که بیگدار به آب می زند و به تفحص و ماجراجویی می پردازد. کسی که همیشه آماده است تا به شب تاریک ناشناخته ها قدم بگذارد. کسی که به شناخته دو دستی می چسبد. همیشه آماده است تا مرتکب خطا شود، به چاله بیفتد و استهزای دیگران را بشنود. فقط کسانی که به اندازه کافی شهامت دارند که دیگران آنها را احمق بخوانند، قادرند زندگی کنند، عشق بورزند، بشناسند و باشند. بلوغ از تجربه های روزافزون و عمیق‌تر زندگی حاصل می شود، نه با اجتناب از زندگی. تو با احتراز جستن از زندگی کودکانه می مانی. و یک نکته دیگر، وقتی میگویم مثل یک کودک باش، منظورم کودکانه نیست. بچه باید بچه باشد، وگرنه تجربه بزرگ کودکی را از دست میدهد. اما چه جوان باشی چه پیر، کودکانه بودن فقط نشان میدهد که تو رشد نکرده ای. مانند کودک بودن پدیده ای کاملا متفاوت است. معنای آن چیست؟ اول اینکه کودک همواره یک پارچه است. او دست به هر کاری که می زند کاملا جذب آن می شود. او هرگز پراکنده نیست. اگر در کنار ساحل دارد صدف جمع می کند، هر چیز دیگری کاملا از آگاهی او محو می شود. بنابراین تمام فکر و ذکرش متوجه جمع کردن صدف و ساحل دریاست. همه توجهش معطوف به این کار است. او کاملا مستغرق در آن است. این خصلت تمامیت و یکپارچگی یکی از اصول اولیه کودکوار بودن است. این همان تمرکز است، شور است، کلیت است. و دوم این که کودک معصوم است. او از روی ندانمکاری عمل می کند. او هرگز از روی دانش دست به کار نمی شود چون دانشی ندارد. تو همیشه از روی علم به کاری دست می زنی. دانش یعنی گذشته، دانش یعنی کهنه و منقول، دانش یعنی چیزی که آن را جمع‌آوری کرده ای، و هر موقعیتی تازه است، هیچ دانشی شامل حال آن نیست. من از مهندسی و فناوری سخن نمی گویم، در آنجا گذشته مصداق دارد،
زیرا دستگاه دستگاه است. اما هنگامی که در جو انسانی عملی از تو سر می زند، وقتی با موجودات زنده ارتباط برقرار می کنی، هیچ موقعیتی تکرار موقعیت دیگر نیست. هر موقعیت منحصر به فرد است. اگر می خواهی در آن موقعیت درست عمل کنی، باید در حالتی از نادانی دست به آن کار بزنی، مثل یک بچه. دانش خود را به کار نگیر، هرچه می دانی فراموش کن. با تازه، تازه برخورد کن. از کهنه برای پاسخ به نو مدد نگیر. اگر با تکیه بر کهنه پاسخ دادی، موقعیت را از دست خواهی داد. بین تو و اتفاقات پیرامونت هیچ پلی وجود ندارد. تو همیشه عقبی، تو همیشه از قطار جا می مانی. مردم بارها و بارها خواب قطار را می بینند و همیشه هم از آن جا می مانند. در رویا، هلهلکی اسبابها را برداشته و دوان دوان خود را به ایستگاه می رسانند و درست وقتی به ایستگاه می رسند که قطار حرکت کرده است. این رویا به کرات برای میلیون‌ها نفر از مردم اتفاق می‌افتد. این یکی از رایج‌ترین رویاهاست. چرا این رویا بارها و بارها به سراغ میلیون‌ها نفر از اهالی سیاره زمین می‌آید؟ چون دارند زندگی را از دست می‌دهند. آنها همیشه از زندگی عقبند. همیشه شکافی وجود دارد. آنها سعی خود را می‌کنند، اما پل هرگز ساخته نمی شود. آنها نمی توانند تبادل افکار کنند، نمی توانند به کاری دل بدهند. چیزی مانع است. آن چیست؟ آن مانع دانش است. من به تو جهل می آموزم و وقتی می گویم مثل یک کودک باش، منظور این است که همیشه در حال آموختن باش. هرگز عالم نشو. دانش پدیده ای مرده است و آموختن فرایندی زنده. یادگیرنده باید این را به خاطر داشته باشد. او نمیتواند از موضع دانش عمل کند. اگر توجه کرده باشید، بچه های کوچک بسیار زود یاد میگیرند. اگر بچه ای در محیط چند زبانه بزرگ شود، همه ی آن زبانها را فرا میگیرد. او زبان مادری را میآموزد. زبانی را که پدر به آن تکلم می کند می آموزد و زبان همسایه را هم می آموزد. چه بسا 3، 4 یا 5 زبان را به راحتی بدون هیچ مشکلی یاد بگیرد. اما تو یک زبان را که یاد گرفتی، فراگیری زبان دوم بسیار دشوار می شود، چون تو از موضع عالمانه با آن برخورد می کنی. ضرب المثلی هست که میگوید به سگ پیر نمیتوان شیرینکاری‌های تازه یاد داد. این حقیقت دارد، اما چه چیز باعث پیری سگ میشود؟ سن جسمانی که باعث پیری نیست، چون سقراط در سنین بسیار بالا حتی به هنگام مرگ در حال آموختن است. بودا تا لحظه مرگ به آموختن ادامه میدهد. پس چه چیزی سگ را پیر می کند؟ دانش سگ را پیر می کند. بودا جوان می ماند. همینطور کریشنا. ما حتی یک مجسمه نداریم که محض نمونه بودا یا کریشنا را پیر به تصویر کشیده باشد. نه اینکه آنها هرگز به پیری نرسیدند. کریشنا 80 سال عمر کرد و خیلی هم پیر شد. اما چیزی در او برای همیشه جوان و کودکوار باقی ماند. او همیشه از موضع نادانی عمل می کرد. بنابراین در وهله اول وقتی می گویم مثل یک کودک باش، منظورم این است که تمام و یک پارچه باش. و دوم این که یک یادگیرنده باقی بمان. از موضع ندانستن عمل کن. این همان معصومیت است. عمل کردن از روی ندانستن. و سوم این که کودک دارای این خصلت ذاتی است که اعتماد می کند، وگرنه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. وقتی کودک به دنیا می آید، به مادرش اعتماد می کند و به شیری که می مکد اعتماد دارد. مطمئن است که آن شیر برایش مفید و مغذی است.
چشم بسته به روبراه بودن همه چیز اطمینان دارد. اعتماد او مطلق است. درباره هیچ چیز شکی وجود ندارد. او از چیزی نمی ترسد. اعتماد او به قدری زیاد است که مادر به وحشت می افتد. چون ممکن است کودک با یک مار بازی کند. اعتماد چنان راسخ است که ممکن است دستش را در آتش فرو کند. او ترسی نمی شناسد، تردید را نمی شناسد. این خصلت سوم کودک است. اگر بتوانی اعتماد را بشناسی، اگر از نوع راه‌های اعتماد کردن را بیاموزی، فقط آن وقت خواهی دانست که الوهیت چیست. فقط آنگاه به این درک می رسی که حقیقت چیست. باید آن را فهمید. پایه علم بر تردید استوار است. به همین دلیل هم کل آموزش به آموزش تردید تبدیل شده است. علم بر تردید تکیه دارد. بدون آن نمی تواند به رشد ادامه دهد. دیانت بر اعتماد تکیه دارد. دیانت بدون اعتماد اتفاق نمی افتد. اینها دو جهت کاملا متضادند. یادت باشد، اگر اعتماد را وارد کاری علمی کنی، رشته کار از دستت رفته است. تو نمی توانی به جایی برسی و چیزی کشف کنی. در آنجا روش شناسایی همان تردید است. تو باید پشت هم شک کنی. باید به شک کردن آنقدر ادامه دهی تا به چیزی برخورد کنی که دیگر قابل تردید نیست. آری از شبهه است. بعد آن موقع از روی ناچاری مجبوری آن را بپذیری. اما هنوز با ذره‌ای تردید که از قضا شاید فردا با کشف حقایق جدیدی کنار گذاشته شود. بنابراین فقط در حال حاضر آن را یافته میپذیری. علم هرگز به هیچ حقیقت نهایی دست نمی‌یابد. کار علم فقط رسیدن به حقایق غیر قطعی و تقریبی است و فقط به طور موقت آن را به عنوان حقیقت می‌پذیرد. کسی چه می‌داند؟ شاید فردا پژوهشگران به داده‌ها و اطلاعات جدیدی دست یافتند. آنچه نیوتن کشف کرد به دست آلبرت اینشتین به زباله‌دانی تاریخ پرتاب شد و کشفیات او را نیز نفر بعدی به دور خواهد ریخت. دست بالای دست بسیار است. در جهان فیل مست بسیار است. در علم روش شناسی شبهه و تردید حاکم است. به اعتماد احتیاجی نیست. تو فقط وقتی باید اعتماد کنی که امکان تردید وجود نداشته باشد و تازه به طور غیر قطعی و موقت و از روی ناچاری. از دست تو چه کاری برمی آید؟ چون دیگر نیازی به تردید نیست. تو از همه جوانب به قضیه نگاه کرده ای و همه تردیدها برطرف شده اند و نوعی اطمینان به وجود آمده است. مذهب بودی کاملا متضاد با علم است. همانطور که در علم روش به کار رفته تردید است، در مذهب اعتماد و ایمان مبنای کار را تشکیل می دهد. اعتماد یعنی چه؟ یعنی ما از هستی جدا نیستیم. ما بخشی از آنیم. هستی خانه ماست. ما به آن تعلق داریم. ما خانه به دوش نیستیم. و دامان مادر گیتی مأمن ماست. همانطور که طفل اطمینان دارد که همه نیازهایش را مادر برطرف خواهد کرد، ما هم می توانیم به مادر گیتی تکیه کنیم. وقتی طفل گرسنه است، مادر او را تغذیه می کند. وقتی احساس سرما می کند، مادر او را در آغوش می گیرد و گرما و عشق و توجه به او می بخشد. طفل اعتماد می کند. تنها کاری که طفل به هنگام نیاز باید انجام دهد این است که با جیغ و گریه و زاری توجه مادر را به خود جلب کند. همین. مذهب می گوید این دنیا مادر یا پدر ماست و غیره. همان تفاسیری که عرض کردم. عیسی مسیح علیه السلام خدا را آب خواند که بسیار بهتر از واژه پدر است. پدر واژه‌ای رسمی است. آب غیر رسمی است.
اگر بخواهید درست آن را ترجمه کرده باشید، این واژه بیشتر به ددی یا بابا نزدیک است تا به پدر. اما بابا نامیدن خداوند کمی سبک و مضحک است و کلیسا چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. کلیسا خواهد گفت که این صحیح نیست. اما عیسی عادت داشت خدا را آب بخواند و آب همان باباست. مسلم است که در دعا و نیایش و راز و نیاز با خداوند آدم باید غیر رسمی باشد. پدر از صمیمیت بسیار به دور است. تعجبی ندارد که ما با پدر خواندن خدا او را از خود دور دانستیم. جایی در آن دوردست ها در بهشت. با بابا نزدیکی بیشتری احساس می شود. تو می توانی دستت را دراز کنی و او را لمس کنی. می توانی با او حرف بزنی. برای درد دل با خدای پدری که جایی در عرش آسمان ها بر تخت فرمان روایی کائنات نشسته است، باید فریاد بزنی و با این وجود هنوز هم مطمئن نیستی که آیا صدای تو به گوش او میرسد یا نه. مذهب روی کردی کودکبار نسبت به هستی است. جهان میشود مادر یا پدر تو. تو با طبیعت مخالف نیستی، با آن سر جنگ نداری. جنگی وجود ندارد، بلکه همکاری فوق‌العاده‌ای بین تو و طبیعت برقرار است. جنگ به نظر احمقانه و نامعقول می آید. همانطور که اعتماد در اکتشاف علمی جایی ندارد، تردید هم در تجربه مذهبی کارساز نیست. علم یعنی کاوش اندر برون و مذهب یعنی کاوش اندرون. علم مذهب اشیاست و مذهب علم وجود. درست همانطور که نمی توانی یک گل را از راه گوش ببینی. حال این گوش هر قدر حساس باشد و موسیقی شناس فرقی نمی کند. گوش فقط می تواند اصوات را درک کند. محدودیت هایی برای خود دارد. اگر می خواهی رنگ، نور و شکل را ببینی، باید از راه چشم ها نگاه کنی. چشم‌ها خود زیبا هستند و زیبایی‌ها را می‌بینند، اما برای خود محدودیت‌هایی دارند. تو از راه چشم نمی‌توانی موسیقی را بشنوی. حتی خارق‌العاده‌ترین موسیقی دنیا هم نمی‌تواند به چشمان تو نفوذ کند. چشم‌ها ناشنوا هستند، تو باید از راه گوش‌ها بشنوی. تردید دری است که به روی اشیا باز می‌شود. اعتماد در وجود آدمی است. تنها از راه اعتماد می توان الوهیت را شناخت. و یادت باشد تو نمی توانی از دو راه مرتکب سفسطه شوی. افراد به اصطلاح مذهبی همواره در نزاع با علم بودند. کلیسا با علم در جنگ بوده است و این جنگی احمقانه و مضحک بود. زیرا کلیسا می‌خواست که علم بر اعتماد تکیه کند. و اکنون علم در حال انتقام گیری است. اکنون علم از مذهب می‌خواهد که بر پایه تردید، شکاکیت و منطق عمل کند. انسان به قدری احمق و نادان است که مدام همان اشتباه را بارها و بارها تکرار می‌کند. کلیسای قرون وسطا در حماقت به سر می‌برد و اکنون افرادی که خود را دانشمند می‌دانند دارند همان حماقت را مرتکب می‌شوند. انسان اهل درک خواهد گفت که تردید برای خود دنیایی دارد. تو می‌توانی از تردید به عنوان یک روش استفاده کنی، اما باید بدانی که تردید محدودیت‌هایی دارد و همینطور توکل یا اعتماد هم دنیایی دارد که آن نیز از محدودیت‌هایی برخوردار است. هیچ نیازی نیست از اعتماد برای شناخت اشیا و از تردید برای شناخت دنیای درون مدد بگیری، وگرنه افتضاح به بار می آید. اگر از توکل برای کنکاش علمی استفاده می شد، اصلاً علمی تولد نمی یافت. به همین دلیل هم علم در شرق تا این اندازه بدوی باقی مانده است.
من با دانشمندان هندی برخورد داشتم. حتی دانشمندی که در هند همه مدارج تحصیلی همپایه غرب را پشت سر گذاشته و چه بسا به دریافت لوحه افتخار و حتی جایزه نوبل نائل آمده است، اما همه این رویکردها سرتاپا اشتباهند. این سوء تعبیر ناشی از عوضی گرفتن معلول به جای علت است. علت در درون بیداری است. او از وجود معنوی آگاه شد. وقتی این بیداری به شخص دست داد، او چنان در سعادت غوطه می‌خورد که دیگر هیجانات و امیال جنسی برای او معنایی ندارد. در این حالت کیست که لحظات کوتاه لذت‌جویی را از دیگران گدایی کند؟ کیست که کاسه گدایی به دست بگیرد؟ کاسه گدایی پیش این و آن دراز کنی که چند لحظه ای را با کسی خوش باشی؟ و تو خوب می دانی که هم تو گدایی و هم او و هر دو دست گدایی پیش هم دراز کرده اید. تو به من چند لحظه ای لذت ببخش و من هم به تو چند لحظه ای لذت می بخشم. هر دو سائلید و سائل را چه به بخشش؟ اما من نمی گویم که اشکالی در آن هست. تا زمانی که بیداری به سراغت نیامده و همه چیز به منوال سابق ادامه دارد، اشکالی وجود ندارد. فعلا قضاوت نکن. قضاوت کردن اشکال کار است. فقط بیشتر گوش به زنگ باش، پذیراتر باش، با انرژی‌هایت راحت‌تر تا کن. وگرنه به همان مشکلی که سالهاست قدیسان مسیحی به آن گرفتار بوده اند گرفتار می شوی. شنیدم که جروم، قدیس بسیار مشهور مسیحی، چنان مخالف جسم بود که هر روز بدنش را تازیانه می زد، به طوری که خون از بدنش جاری بود و هزاران نفر از مردم از دور و نزدیک می آمدند تا این ریاضت او را از نزدیک شاهد باشند. اما هر دو طرف بیمارند. جروم یک مازوخیست است و مردمی که به دورش جمع می شوند تا این پدیده را ببینند سادیست هستند. توضیح پاورقی: مازوخیست، گرفتار مازوخیسم، نوعی انحراف جنسی به طریق لذت بردن از درد و پذیرش انفعالی درد. سادیست، گرفتار سادیسم، نوعی انحراف جنسی که در آن شخص از آزار دادن شریک جنسی خود لذت می برد. این نام از مارکی دوسات گرفته شده است. ادامه متن: آن تماشاچی ها می خواهند دیگران را شکنجه کنند. آنها میل شدیدی به شکنجه کردن دارند، ولی خودشان از این کار عاجزند و این مرد دارد این کار را به جای آنها انجام می دهد. پس به تماشای این صحنه اکتفا کرده و از آن لذت می‌برند. اینها هر دو بیمارند. جروم جسم را جسم دنی و انبار نجاست می‌خواند و به این طریق انزجارش را نسبت به جسم ابراز می‌کرد. مناظر دختران زیبا در غارش او را عذاب می‌دادند. او ازدواج را مجاز اعلام کرد، اما از روی ناچاری و با کراهت تمام، چون تنها راه تولید دختران بکر و دست نخورده همین بود. دلیل ازدواج تولید دختران باکره. این بی‌عیب ترین موجودات روی زمین است. بنابراین آمیزش جنسی بلایی واجب است، وگرنه چیزی جز گناه نیست. مرد دیگری به نام کلمنت الکساندریا نوشته است که باید تا آنجا که ممکن است هر زنی را از زن بودنش شرمسار ساخت، چون زن دری به سوی جهنم است. توضیح پاورقی: کلمنت الکساندریا، تیتوس فلاویوس کلمنس، پدر روحانی و خداشناس مسیحی یونانی. ادامه متن: همیشه اینجور آدم ها مایه حیرت من هستند. اگر زن دروازه جهنم است، پس هیچ زنی نمیتواند به جهنم وارد شود. در نمیتواند که وارد خودش شود. مرد میتواند از طریق زن به جهنم وارد شود. بسیار خوب، پس زنها چی؟ حتما جای آنها در بهشت است. و تکلیف مردها چیست؟ اگر زن دروازه جهنم است، پس مردها چه گناهی دارند؟
چون همه این کتاب‌های مقدس را که مردها نوشتند و همه قدیسین مرد بودند. در حقیقت زنها هرگز به اندازه مردها عصبی و روان نژند نبودند. به همین دلیل هم کمتر به زنان قدیس برمی‌خورید. توضیح پاورقی نیوترویک مربوط با نیوروسیس، عصب پریشی، اختلال ذهنی ملایمی که با اضطراب شدید یا مدافعات اغراقی مشخص می شود، ولی شخصیت بیمار و رویارویی او با واقعیت نسبتاً عادی باقی می ماند. از شایع‌ترین نورس‌ها حالت اضطرابی، افسردگی واکنشی، هیستری و نورس وسواسی است. تفاوت نورز با پسیکوس این است که نورز در نتیجه اضطراب‌ها و استرس‌های محیط بیمار به وجود می‌آید. ادامه متن. زنها طبیعی‌تر بوده‌اند، خاکی‌تر بودند. آنها به آن اندازه که مردها حماقت خود را در طول تاریخ ثابت کرده‌اند، احمق نبودند. آنها از ظرافت و وقار بیشتری برخوردارند، با موجودیت خودشان راحت تر کنار می آیند، بیشتر در زمین ریشه دارند و متمرکز ترند. از این رو شما نمی توانید لنگه کلمنت الکساندریا را در میان زنها پیدا کنید که گفته باشد مردها دروازه جهنمند. البته چنین نیست که زن عارف نداشته باشیم، نه. میرا، رابیا و لالا در کشمیر نمونه هایی از این دست زنان هستند، اما هرگز چنین حرف هایی بر زبان نراندند. برعکس میرا گفته است که عشق دری به سوی خداست. و قدیس دیگری به نام اوریجن خود را اخته کرد. ای جانی، ای خود کشه خود شکنجگر. همه این سرکوب ها بود که مرض هولناکی را به جان دنیای مسیحیت انداخت. راهبه‌ای به نام ماتیلده ماگدربوگی احساس کرد دست های خداوند پستانهایش را نوازش می کنند. حالا چرا خدا تو را به درد سر بیاندازد؟ مسلم است که وقتی از مردها دوری می کنی مجبوری به خیال بافی روی بیاوری و به رویاهایت رنگ و لعاب بدهی. راهبه دیگر به نام کریستیان ابنر امر به او مشتبه شده بود که از عیسی مسیح باردار است. راهبان بسیاری هم بودند که در رویا با مریم باکره آمیزش داشتند و به خاطر همین سرکوب دهشتناک دیرها و صومعه‌ها مقر آمد و شد ارواح شیطانی شد. این شیاطین خبیث یا در قالب ساکوبی دختران زیبارویی که به روی رخت خواب قدیس بعد از اینها شیرجه می رفتند و یا در قالب اینکوبی مردان جذاب و دلربایی که خواب را از چشم راهبه ها ربوده و یا مزاحم مراقبه آنان بودند در می آمدند. بیماری برخاسته در عالم مسیحیت باعث شد که مردم به همه جور خیال بافی و رویا پردازی روی آورند و بسیاری از راهبه ها در دادگاه اقرار کنند که شیطان در شب به سراغشان آمده و با آنها عشق بازی کرده است. آنها حتی به وضوح آلت جنسی او را نیز تشریح می کردند. آلتی دو شاخه که حتما هر دو سوراخ را در آن واحد جوابگو باشد. آسیب شناسی مشتی آدم بیمار که به نهایت روان نژندی رسیدند و آن راهبه ها در دادگاه اعتراف کردند که یک بار که با اهریمن معاشقه کنی دیگر هیچ مردی قادر نیست تو را ارضا کند. از همخوابی با او چنان انزالی به تو دست می دهد که در آن کسی را یارای رقابت با او نیست. این چرندیات نه تنها در مسیحیت اتفاق افتاد بلکه عالمگیر شد. اما مسیحیت تا حد نبوغ در آن پیش رفت. خواهش می کنم با امیال جنسی مخالفت نکن، وگرنه به دام امیال جنسی بیشتر و شدیدتری کشیده می شوی. اگر بخواهی از دستش خلاص شوی، هیچ وقت از دست آن نفس راحت نخواهی کشید. بلکه درجه ای از تعالی هست که در آن میل جنسی ناپدید می شود. اما چنین نیست که تو مخالف آن باشی.
این کشش فقط هنگامی از بین می رود که تو در وجودت مایه سرمستی و نشاط بهتری بیابی. اما پیش از آن هرگز. ابتدا باید سر و کله جنس مرغوب تر پیدا شود تا جنس بنجل تر خود به خود از صحنه خارج گردد. بگذار این قاعده اصلی زندگی تو باشد. هرگز مخالف پست‌تر نباش، همیشه به دنبال برتر باش. و لحظه ای که برتر بر تو آشکار شد، ناگهان خواهی دید که گرایش به پست‌تر خود به خود از میان خواهد رفت. میپرسی آیا واقعاً ممکن است با غرق شدن در امیال جنسی آن را به کلی کنار گذاشت؟ من این را نمیگویم. حرف من این است که اگر خود را در آن غرق کنی می توانی آن را بفهمی. درک آزادی است. درک رهایی بخش است. من مخالف امیال جنسی نیستم. بنابراین برای کنار گذاشتن آن عجله نکن. اگر می خواهی آن را از خودت برانی چطور می توانی آن را بفهمی؟ و اگر آن را درک نکنی هرگز ناپدید نخواهد شد. و وقتی ناپدید شود، این طور نیست که این میل به کلی از وجودت پاک شود. چنین نیست که تو موجودی غیر جنسی شوی. وقتی میل جنسی از بین رفت، در حقیقت تو نسبت به همیشه حساس‌تر می شوی، زیرا وجود تو همه انرژی را به خود جذب خواهد کرد. یک بودا بسیار حساس‌تر از توست. وقتی او میبوید با شدت و قوت بیشتری نسبت به تو میبوید. وقتی لمس میکند با تمامیت بیشتری لمس میکند. وقتی به گلها مینگرد آنها را زیباتر از آنچه تو میتوانی ببینی میبیند. زیرا کل انرژی جنسی او متمرکز نیست بلکه به سراسر بدنش انتشار یافته است. به همین دلیل هم بودا اینقدر زیباست. آن وقار، آن شکوه اسرارآمیز و فوق طبیعی از کجا می آید؟ این همان نیروی جنسی است که تغییر شکل و حالت داده است. این نیلوفر آبی همان لجنی است که از آن بد می گفتی و آن را به باد نکوهش می گرفتی. بنابراین هرگز بر ضد امیال جنسی نباش که می تواند به نیلوفر آبی تو بدل شود. و وقتی نیروی جنسی واقعا تغییر شکل داد، آنگاه در میابی که این نیرو چه عطیه گرانبهایی بود که خداوند به تو ارزانی کرده بود. این همه زندگی توست، همه انرژی توست. چه در سطوح پایین تر، چه در سطوح بالاتر، این تنها انرژی است که در اختیار داری. پس ضدیت را کنار بگذار، وگرنه سرکوبگر خواهی شد و سرکوبگر از درک کردن عاجز است. و کسی که نتوانست درک کند، هرگز تغییر شکل نداده و دگرگون نخواهد شد. سفری ادامه دار. صفحه 247. آگاهی تو بسیار وسیع تر از همه کائنات و به غایت بیکران است. تو نمی توانی به نقطه‌ای برسی که بگویی کافی است. همیشه بیشتر و بیشتری هست. همیشه امکانی برای ادامه رشد وجود دارد و رشد یافتن و به کمال رسیدن تجربه‌ای بسیار شگفت‌انگیز و زیباست که هیچ کس دلش نمی خواهد آن را متوقف سازد. ما را از هر لحاظ از رشد کردن باز داشتند. حتی دانشمند بزرگی چون آلبرت اینشتین تنها از 15% از هوش خود بهره گرفت. درباره مردم عادی چه باید گفت؟ آنها هرگز از 5% فراتر نمی روند. فقط فکرش را بکن، اگر اینشتین قادر بود 100% هوش خود را به کار گیرد، چه رونق غیر قابل تصوری به دنیا می بخشید. و اگر هر کسی 100% آگاهی خود را به کار می گرفت، آن وقت دیگر چه کسی دوست داشت با یک مشت مرتاز و مازوخیست محشور شود؟ اگر همه از 100% هوش خود استفاده کنند، ما می توانیم بهشت را همینجا بیافرینیم.
ما می توانیم به انسان هر قدر که بخواهد عمر بدهیم، زندگی سالمی بدهیم. ما می توانیم به قدری ثروت بیافرینیم که همه آن را مثل هوا استنشاق کنند، به طوری که دیگر نیازی نباشد کسی ثروت بیاندوزد. استفاده کامل از هوش یعنی آغاز بلوغ. آگاهی فقط یک روش شناسی است. در همان قدم اول آگاهی ببین چقدر از هوش خود استفاده می کنی. باور داشتن هوشمندانه نیست، بلکه نوعی تصمیم گیری بر علیه هوش توست. آگاهی یک روش شناسی است که مراقب باشی، ببینی چه مقدار از هوش خود را به کار می گیری و در همین مراقبه متوجه می شوی که آنقدرها که باید از هوش خود استفاده نمی کنی. آگاهی از راه های متعددی تو را هوشیار می سازد. تو می توانی از آن به خوبی استفاده کنی. آگاهی تو را به آن هوش 100% سوق می دهد. تقریبا تو را به ملکوت اعلا می برد و آگاهی آنجا متوقف نمی شود. آگاهی به تو کمک می کند تا کاملا از هوش خود بهره بگیری. هوش جاده عزیمت توست و تو را به دنیای بیرون به اشیا پیوند می دهد. هوش به تو علم و فناوری بیشتری می بخشد. در حقیقت اگر ما هوشمان را به کار بگیریم، دیگر احتیاجی نیست که انسان جایی کار کند. تقریبا هر کاری از ماشین ساخته است و تو دیگر لازم نیست مثل عیسی مسیح صلیب خود را بر دوش حمل کنی. ماشین هر کاری را انجام می دهد و تو برای نخستین بار از بردگی نجات پیدا می کنی، وگرنه از آزادی فقط اسمش باقی خواهد ماند. باید واقع بین بود. تو باید نان در بیاوری، باید پولی به دست بیاوری تا سرپناهی، خانه‌ای بسازی، پول دکتر و دوا و خیلی چیزهای دیگر را در بیاوری. بنابراین به نظر می رسد تو مستقلی، اما چنین نیست. بردگی به شیوه گذشته دیگر وجود ندارد. اکنون قل و زنجیرهایی که به دست و پا داری نامرئی است. فرزندانت، پدر و مادرت، همسر دیوانت، شغلت. انسان هنوز آزاد نیست. او 8 ساعت در روز کار می کند و هنوز پرونده به زیر بغل به خانه می رود که باز هم تا نصف شب کار کند و روزهای تعطیل هم جان بکند. روز به روز هم بر زخامت پرونده های روی میزش افزوده می شود و ظاهراً این پرونده ها تمامی بردار نیست. برو به هر اداره ای سر بزن تا این آدم ها را ببینی، روی میزشان را ببینی. آیا می توانی به آنها بگویی آزاد؟ یک نگاهی هم به خودت بینداز. آیا تو به راستی آزادی؟ فقط یک امکان هست. ابر فناوری که می تواند همه کارها را بر عهده بگیرد و دست انسان را کاملا باز بگذارد تا خلاق باشد. تو می توانی گیتارت را بنوازی، آوازت را بخوانی، می توانی نقاشی کنی، مجسمه بسازی. تو می توانی 1001 کار بکنی که بر زیبایی و شکوه این سیاره بیفزایی. می توانی باغ‌ها و آبگیرهای زیبا و دلانگیز بیافرینی. برای زیباسازی این کره خاکی کارهای زیادی هست که باید انجام شود. و اون وقت خدا هم از گناه آدم و حوا در می گذرد که چه خوب شد به زمین آبدند و چنین بهشتی شگفتانگیز بر روی آن ساختند. آگاهی هوش تو را آزاد ساخته و تو را به بلوغ می رساند و بعد این بلوغ به رشدش ادامه می دهد. معمول این است که تو فقط پیر می شوی اما رشد نمی یابی. پیر شدن یک چیز است و رشد یافتن چیزی کاملا متفاوت. همه حیوانات پیر می شوند. هیچ حیوانی به جز انسان نمی تواند به بلوغ برسد. پیر شدن صرفاً به این معناست که تو داری به مرگ نزدیک می شوی، که این کار سترگی هم نیست.
بالغ شدن یا رشد یافتن یعنی تو به ابدیت که آغاز و پایانی برایش نیست نائل می شوی. همه ترس ها نابود می شوند. همه بدگمانی ها از میان می رود. شما دیگر مخلوقات فانی نیستید. شما با پیر شدن موجوداتی فانی هستید و با بلوغ یافتن موجوداتی فنا ناپذیر. تو می دانی که از منزلی به منزلی دیگر خواهی رفت و از قالبی به قالبی دیگر در خواهی آمد، اما هر قالب جدید بهتر از قالب قبلی است. زیرا تو داری رشد می کنی، تو داری بالغ می شوی. تو شایسته شکلها، قالبها و بدنهای بهتری هستی و سرانجام این که لحظه ای فرا می رسد که دیگر به هیچ بدنی احتیاج نداری. تو می توانی آگاهی محض باشی که در سراسر عالم هستی گسترده است. این از دست دادن نیست، به دست آوردن است. تو آن قطره شبنم بر برگ گل نیلوفری که به درون اقیانوس می لغزی. می توانی فکر کنی که آن شبنم بیچاره گم شده، هویتش را از دست داده. اما از زاویه متفاوتی به آن نگاه کن. آن قطره کوچک شبنم اکنون به اقیانوسی بدل شده. او چیزی را از دست نداده، بلکه گسترش یافته. درباره نویسنده اوشو عارفی معاصر است که تمامی زندگی و تعالیم وی میلیون ها نفر از مردم از همه سنین و همه نوع مسلکی را تحت تأثیر قرار داده است. نشریه ساندی تایمز در لندن او را به عنوان یکی از هزار آینده ساز قرن بیستم و نشریه ساندی مید دی در هندوستان او را به عنوان یکی از ده مردی که سرنوشت کشور هند را تغییر داده اند در کنار گاندی، نهرو و بودا نام برده است. توضیح پاورقی موهانداس کارامانچاند گاندی، سیاستمدار هندی 1869 الی 1948 میلادی که شیوه خاص مبارزش مقاومت منفی بود. قدرت و نفوذ او چنان بود که در سال 1921 میلادی کنگره ملی همه اختیاراتش را به او واگذار کرد. نهرو، سیاستمدار هندی 1889 الی 1964 میلادی که به عنوان عضو کمیته و دبیر کلی پارلمان هند، معاون دولت مرکزی و عضویت امور خارجی و روابط دولت‌های مشترک المنافع، نخست وزیر، وزارت امور خارجه، دفاع، مالیه و مسئول اداره انرژی اتمی انجام وظیفه نمود. ادامه متن اوشو درباره کارهایش اظهار داشته است که در حال کمک به ایجاد شرایطی برای تولد نوع جدیدی از انسان است. او همواره از این انسان جدید تحت عنوان زوربای بودا و طمأنینه خاموش گوتاما بودا نام برده است. رشته‌ای که همه آثار اوشو را زنجیروار به هم وصل می کند، دورنمایی است که هم حکمت جاودانه شرق و هم حد اکثر توان علوم و فناوری غرب را در بر می گیرد. وی همچنین به سبب نقش بنیادی خود در علم استحاله درون به همراه روی کردش نسبت به مراقبه که بر شتاب زندگی معاصر اقرار دارد شهرت دارد. مراقبه های فعال که منحصر به خود اوست چنان طراحی گردیده اند که ابتدا تنش های انباشته در جسم و ذهن را برطرف سازند، به طوری که تجربه حالت آرام و خالی از فکر در مراقبه برای شخص آسان‌تر باشد. پایان کتاب بلوغ نویسنده اوشو مترجم مرجان فرجی آذر ماه 1388